صلح با طالبان موضوع سرنوشت ساز برای افغانستان قرار است تا چند روز دیگر دور دوم گفتگوهای بین الافغانی در قطر آغاز شود. این دور گفتگوهای صلح در کنار این که امید برای شهروندان خسته از جنگ افغانستان گفته می شود، اما با توجه به اوج خشونت ها به نظر می رسد که مذاکرات صلح افغانستان به این زودی ها به نتیجه ملموس نخواهد رسید و این مذاکرات با چالش های متعدد به همراه خواهد بود. اما اینکه گفتگوهای صلح با طالبان به کجا رسیده، پیچیدگی ها فراراه این گفتگوها چه خواهد بود و مهمتر از همه بهای صلح با طالبان چیست، در برنامه امشب اوج با آن می پردازیم. من رازقیار هستم و مهمان امشب برنامه اوج ما استاد حاجی محمد محقق، عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با من حضور دارند. بسیار تشکر استاد از اینکه فرصت گفتگو دادین. در کدام مرحله صلح هستیم؟ ارزیابیتان از پروسه صلح چی است استاد؟ با تشکر و سلام همه شنوندگان و بینندگان تلویزیون خورشید. در رابطه با مسئله صلح، ما در آغازین گام های پروسه صلح هستیم. تازه بر سر یک طرز عمل به توافق رسیدن، اما آجنده هایی که مطرح است از دو طرف یک آجنده های نسبتا متفاوت تر است و لذا تلفیق بین از این دو آجنده که چطور در ترتیبات بحث روی که کدام در اولویت قرار بگیره یک مشکلات خود داره و هیئت ها در بین میشینن که آیا مطابق آجندایی که طالبا پیش کردن کار شوه یا این که آجندایی که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان را مطرح کرده. خب طبعا بگونه کار میشه که رضایت هر دو طرف در ترتیب بندی و اولویت های اجنده ها در نظر گرفته شود. امیدوار هستیم که انتظار را که مردم افغانستان دارن، انتظار را که جامعه جهانی از نحوه پرداختن دو طرف به صلح و ماجرای مصالحه ملی یک برخورد باشه که انتظار مردم برآورده شود و ما را روز به روز به یک گامی به طرف صلح و ثبات نزدیک بکنه. ما می امیدواری را داریم و بر می اساس دومین جلسه شورای عالی مصالحه ملی تا سه روز گذشته در دو روز دایر شد و راهکارهای را برای نحوه پرداختن به قضیه مصالحه ملی که در از اون نفع مردم افغانستان نهفته باشه سرش بحث شد. دور دوم پیچیده تر از دور نخست گفتگوهای صلح خواهد بود یا فضا گونه دیگر شده آسان خواهد بود؟ شرایط مساعد است به صلح؟ طبعا چون در این مرحله روی بسیار اصول بنیادی توافق میشه که او برای آینده افغانستان نسل ها و مرتبط است و به سرنوشتشان هست، این یقینا که یک مرحله بسیار محکم و شدید است در بحث ها. یعنی پیچیده تر میشه؟ طبعا پیچیده و اساسی هست. دو بار شرکت کردین در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه، کلانترین نگرانیتان چی است در گفتگاه سال؟ نگرانی ما نگرانی مردم افغانستان است. ما نگران از این هستیم که طالبا مسئله آتش بس همچنان تعویق بندازه و این یک ضرر برای کل مردم افغانستان است. اونا باید در این مرحله بر سر آتش بس کنار بیان با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان تا قطع خونریزی و برادرکشی را در پی داشته باشه و شما میدونید که جنگ مشروع نیست و کسی مشروع نمیگه. هیئت های علمای جهان اسلام این را در چی در اندونزیا که علمایشان بیانیه دادن دیگه کشور
همهشان جنگ غیر مشروع میدانند. علمای افغانستان هم رقم. ولی خب طالبا گفتن که آخرین مورد سر مسئله آتش بس صحبت میکنن. در این روزا وقت صحبت میشه که نگرانیتون چی است از مقامات حکومتی و اینا، دستاوردهایش 10 سال گذشته، جمهوریت، آزادی و حقوق زنان، مطبوعات اینها را فهرست میتن. خب اون یک مرحله است، گفتم اون در اولویت های میاجنده ما هست. خب ما بر سرش بحث میکنیم، هم سر حقوق زن، حقوق بشر، نحوه دیدگاه به این مسئله. اصلا خود نویت نظام که آینده رئیس جمهور آینده افغانستان آیا رئیس جمهور می باشه یا یک چیز دیگه می باشه، آیا او رو مردم انتخاب میکنه یا نمیکنه، این چیزای اساسی که است. ولی از همه مقدمتر از نظر ما و از نظر اما اجندای از تیم میست که مردم افغانستان از کشتخون خلاص شوند و خون ریزی بس شوند، برادر کشی قد شوند. اما حکومت افغانستان، رئیس جمهور میگه که نوع نظام جمهوریت برشان خط سرخ است. جمهوریت تقریبا یک اصل پذیرفته شده در منطقه و در بین کشورهای حامی افغانستان هم همین مسئله هست. یعنی باید جمهوریت یعنی که حکومت مردم انتخاب کنه. نقش مردم در سرنوشتشان بدون شک یک مسئله بسیار حیاتی است. ولی خط سرخ است برتون؟ دیگه خط سرخ یا خط زرد و یا پایینتر و بالاتر رویش خب ما گفته نمیتونم. منتها یک مسئله حیاتی هست برای مردم که مثلا نوشت خود مردم به یک باد نمیسپاره، باید خود مردم سرنوشت خود تعیین کنه. خب برای مردم سهم داده شود. طالب رو میبینین که نه با کسی مشوره میکنه و نه هم کوتاه میای از موقفش. مثلا اگر صحبت های اخیر ملا برادر در پاکستان را شنیده باشین، پیام واضح میده که اونا از موقفشان کنار نمیاین و به خاطر او چیزی که جنگ را آغاز کردن به مو میرز من و به دستشان میارن. خب اونطور ساختار ایدئولوژیک و روانی طالبا را خب بارهای گفتیم که اونا زیاد مساعد به صلح نیستن. اما گاهی وقت است که آدم در زیر فشار افکار عمومی جهان و منطقه و مردم افغانستان از او یگان تا موازیش میتونه عدولم بکنه. اگه مگری که هیچ نه در دنیا بند باشه، نه در منطقه بند باشه، نه در مردم افغانستان، او باز گپ دیگه است. درست. استاد میبینین یک فضای امید خلق شده بین مردم افغانستان از روزی که گفتگوهای بین افغانی شکل گرفته. با این که گاه گاه ناامیدی هم بالاخره ابراز میشه از طرف شما را سیاسیون. دید شما چی است؟ فکر میکنین که گفتگوهای بین افغانی کار را به جای میرسانه و افغانها به صلح دست پیدا میکنن؟ ما امیدوار هستیم که نتیجه بده. به همین امیدواری هم آیتای جمهوری اسلامی افغانستان آماده شدن که مذاکرات دوام بتن. اما این که آخر چی میشه نمیشه دیگه او رو باید گفت که نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. حوادث کدام سو میره این زیاد آدم پیش بینی نمیتونه. ولی قراین چی را نشان میده؟ قراین یک دورنمای خوب نشان نمیده. چطور دورنمای خوب را نشان نمیده؟ تشریح کنین کم. همی که شما هم گفتین، نه ملا برادر گفته یک قدم ما عقب نشینی نمیکنیم از گپای ما اونو که برای زمو جنگ کردیم، برای زمو باید دوام میتیم. یعنی نه یک گپای است که نامید کننده است، یعنی درنمای تاریک میکنه. یعنی باورتانی است که طالب انو صادق نیست برای روند صلح افغانستان و ممکن صلح نکنه؟ خب نگاه همی تحلیل میشه و شما اونو پیشتر گفتین که ملا برادر این تک چیز گفته، خواهی نمی نشان میده که صلح نمیکنه دیگه. فکر میکنین کسی میخواه به گفتگوهای صلح موانع ایجاد کنه، حداقل در درون نظام یا در بین افغان ها وقت کشی شوه؟ نه، تا آن روز خو ما در اینجا خو چیزی نشنیدیم که کدام کارشکنی یا مخالفت باشه. همگی آماده شدن که خدا بر هفت روز آینده که بخیر برای مذاکرات عازم محل اجلاس شو شروع کنن کار. منظور ما از حیات نیست که برای اوجا گفتگو بکنه. منظور ما از شخص رئیس جمهور و مقامات درجه یک کشور است، مثل آقای امرالله صالح، استاد سرور دانش و اینا. باور دارین اینا صلح میخواین در افغانستان؟
خب اون آیت ها رو روان میکنه دیگه. اگر اونا مخالفت کنه خب باز آیت رفته نمیتونه، یا آیت دقل تقسیم میشه، مخالفت خب وجود نداره. ولی خب شاید تحت فشار جامعه جهانی باشه، قسمی که گفتین طالبا وادار شده به این کار. نه، دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیچگاهی از مسئله صلح کارشکنی نکرده و قبل نشینی نمیکنه. نشانه بارز شمی 5000 زندانی که به صدها قتل، هزاران قتل داشتن، هم اینا رو اعلام کردن به خاطر قربانی رو به خاطر زمین دادن که صلح شود. بله، با هیئت دیدین حداقل دو بار در جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان یک پارچه و واحد است هیئت؟ ما خودم چیزی نشنیدیم که دلالت کنه بر اینکه اینا دو پارچه یا چند پارچه است. اما دید شما را از تحلیلگرایی است که به دو پارچه تقسیم شده، یکی طرف آقای عبدالله و یکی هم طرف رئیس جمهور، یعنی این قسم از هان میشه که هنوز از پروسه صلح افغانستان از تیم کمپاین انتخاباتی بیرون نشده، کمپاین های انتخاباتی؟ بدون شک حتما گرایش های داشته باشن، از آید گرایش به طرف رئیس جمهور، گرایش های به طرف آقای الحمدلله. اما اینا در عمل کدوم مخالفت رو مبرسل ندیدیم که یک طرف بخواه سل یک طرف نخواه. اینا متحد هستن، یک پارچه هم زدن. بله، چقدر فکر میکنین که زبان شورای عالی مصالحه و زبان هر ریاست جمهوری در مورد صلح افغانستان یکی است؟ بحثایی که دیروز شد که نشان میداد که زبان واحد دارن. این قسم گفته میشه که زبان واحد نیست، حلقات در ارگ ریاست جمهوری صلح نمیخواه. مثلا اگر ما به عنوان مثال بگویم یکی از اعضای کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ای گپ را گفته، استاد عطا محمد نور. حداقل ما خود چنین چیزی نشندم که کسی مخالفت کرده باشه با صلح. یعنی زبان یکی است، زبان شورای مصالحه و زبان ارگ ریاست که بحث کردیم اونجا خب همگی حمایت میکرده است. چطور میگین این حرف را استاد؟ از گپایی که گفته شده، گپایی که همه اصحار کردن که باید صلح شوه. ولی گپ تا عمل فکر نمیکنین فرق داره؟ کدوم عمل مخالف هم ندیدید که مخالفیت عملی کرده باشه که نه ما نمیریم یا صلح مذاکرات دوام نمیتیم. بله، شورای عالی مصالحه را فکر میکنین چقدر توان ازیره داره که برخلاف فکر رئیس جمهور و برخلاف خواستای رئیس جمهور بیا تصمیم بگیره در مورد صلح؟ بدون شک سر موارد بحثای طولانی و سختی هم هست. اما خب مسئولیت پیشبرد مذاکرات به دوش شورای عالی مصالحه ملی و هیئت است و رئیس جمهور من حیث فرد اول کشور او میتونه که باز جلسات دعوت کنه و این گزارش هایشون رو بشنون و همو راهنمایی های لازم است برای از اونا هم بکنن. یعنی این کدام تفاوت و تناقض نیست. منظور ما چیز دیگری است دوستان. اگر یک مورد شوه که باید تصمیم گرفته شوه در پروسه سال از قطر یک چیزی بیاید که در موردش تصمیم گرفته شوه، رئیس جمهور مخالفش باشه، شورای عالی مصالحه همی توان را داره که تصمیم بگیره؟ مثلا فکر کنین اونجا تصمیمی شد که یک حکومت موقت ساخته شوه. شورای عالی مصالحه ملی چیزی جدای از رئیس جمهور نیست. بله، رئیس جمهور هم مشورتاش در دخیل هست. شورای عالی مصالحه رئیس خود جناب دکتر صاحب است، اعضاد داره از خود، ولی همی که گفته شده میتونه جلسات شورای عالی مصالحه ملی رئیس جمهور دعوت کنه، معنیش که نظر رئیس جمهور هم در اینجا ملاحظه میشه. یعنی با مشوره پیش میرن، ولو کار اجرایی به دوش شورای عالی مصالحه ملی است. اما خب طبعا باید مشوره میشه دیگه، هم با رئیس جمهور هم با اعضای شورای عالی مصالحه ملی و هم در موقعش مشورت با مردم. یعنی تصمیم گیرنده شورای مصالحه است. نظر رئیس جمهور نظر یک عضو شورای عالی مصالحه است یا نه حق ویتو داره و میتونه تعیین کننده باشه در شورای عالی مصالحه؟ در اونجا خو احتمالا که اگر تصمیم گرفته میشه با اکثریت تصمیم گرفته میشه. ولی خب
تصمیم گیرنده شورای عالی مصالحه ملی است با مشوره رئیس جمهور. حقی به تو نداره رئیس جمهور؟ چون چیزی پیش بینی نشده، ولی خب طبعا با اکثریت آرا مطالب حل بشه. پس قسم هم گفته نمیتونیم که تصمیم گیرنده اصلی شورای عالی مصالحه است در روند سال؟ چرا؟ تمام مذاکرات جلسات برگزاری جلسات حیات و حیات مذاکره و راهنمایی ها و تصمیم گرفتن اینا رو شورای عالی مصالحه ملی میکنن. اما یک چیزی که باز در برخلاف رئیس جمهور باشه یا یک چیزی که توافق جمعی نباشه او هم شورای عالی مصالحه هم نمیکنه دیگه. مثلا شما مثلا حکومت موقت یاد کردین، او یک چیز اتفاقی نیست که اگر کسی هم بگه، ولی باید که شورای عالی مصالحه ملی هم دوباره از اون مسئله اظهار نظر نکرده که حکومت موقت شوه یا نشوه. حالا خب بحث سر مصالحه است که آجندای بحث که از طرف از اونا تعیین شده و از طرف ما در اونجا هیچ کدامشان حکومت موقت چی نشده درد نیست حداقل. ولی یک مورد است، مثلا خطوط اساسی باید مشخص باشه در روند صلح افغانستان. گاه گاه از ریاست جمهوری صدا بلند میشه تا شورای عالی مصالحه که مشخص ساخته شده باشد خطوط گفتگوهای بین الافغانی. تا چنین چیزی اشکال را خب من از نهی رئیس شورای عالی مصالحه ملی نشنده و گفته باشه که یعنی تداخل شده. مثلا من به یک مورد اشاره میکنم. در دومین نشستی که در ریاست اجرایه برگزار شد، تعمیر سابقه ریاست اجرایه قصر سپیدار، اوجا آقای عبدالله بسیار به صراحت گفت که هیئت مذاکره کننده صلاحیت ازیر داره که شجاعانه بره به میز بشینه و هر مورد را که خواسته باشه گفتگو شوه. ولی هرگی ریاست جمهوری زیاد موافق همین نظر نیست. مسئله جمهوریت، قانون اساسی، اینا پیش از اونها خط سرخ است و حتی میگه که باید سرش صحبت هم نشه. خب اینطور است که قانون اساسی را من حیث یک کل پذیرفتنش و بحث کردن روی تعدیل شیر هیچ کس مخالف نیست که خود قانون اساسی هم پیش بینی شده که قابل تعدیل است مواردش، فقط چند جایش قابل تعدیل نیست، یکی اسلامیت نظام، یکی جمهوریت نظام. یعنی دوتا را خب فکر میکنم که برای هر دو طرف این یک خط قرمز بگیم یا یک مسئله بسیار مهم است. دو بار نشست شده در شورای عالی مصالحه، نشست کمیته رهبری، سر چی چیز حرف زدین استاد؟ حداقل خطوط سرخ و موارد جدی جمهوریت مشخص شده در گفتگوهای بین الافغانی؟ یک خو جلسه اول خو اظهار نظرها و سخنرانی اعضای کمیته رهبری و رئیس جمهور و اینا بودن که منویات خود گفتن و از صلح پشتیبانی کردن و مذاکره دوام میدیم، همی گپ بود که بسیار بسیار مسئله مهم است که اگه جمعی از سران افغانستان دوباره رفتن به طرف صلح هست. جلسه دوم گزارش دهی آیت مذاکره کننده به شورای عالی مصالحه ملی بود که بود در بخش دوم گرفته شد. در بخش اولش هم باز هم همو اظهار نظرها و بیانیه ها بود و جمع‌بندی هم این بود که در مذاکرات صلح ما چی میخواییم چی میگیم. اما موضوعات جمع‌بندی شد، تسجیل شد که حیات با یک مفکوری واحد و با یک دستی پر به مذاکرات بره. مثلا چی دادین به حیات که دست اونا پر است؟ خب اما راهنمایی های که درباره چی گپ بزنن و چی گپ بزنن. مثلا چی چیزا رو گفتین که باید حرف بزنه، کدام موارد باید حرف زده نشه با طالبان؟ مسئله آتش بس است. بله. مسئله نوعیت نظام است. مثلا چگونگی تعیین رهبری نظام وی که چی باشه، این گپ ها است که اولویت اول بوده که حیات ما را امو اجندای طالبان هم این بوده که در این قسمت که نوعیت نظام و رهبری چگونگی رهبری این طوری بود.
که او عمو موضوعات را ما پذیرفتیم که اینا را بحث میکنیم خودشان. اما خب مسئله آتش بس ای اجندای ما هست که ایره ما خودشان شریک کردیم که باید هم خواستای یه طرف در نظر گرفته شد هم اون طرف، هم آتش بس شد هم بحث سر نوعیت نظام و سر نحوه انتخاب رهبری نظام اینا بحث شد. نحوه انتخاب رهبری منظور چی است؟ یعنی خب حالا سیستم مشخص است، مردم رای میده، کسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب میشه. قرار است تغییر بیاید استاد دهی روند؟ نه ده و از اونها اوتر نیست دیگه. نه بله، ما میخواییم امید در یک چیزی باشه. اونا چی میخواین؟ گفته به پزای حیات آخو سیستم انتخابی که اونا رهبری خود انتخاب میکنن یک کم متفاوت است. نه یک رقم توافق شو بین ازی، یعنی حداقل حیات چقدر صلاحیت داره که بره به میز مذاکره و از چه چیزها حداقل میتونه اونجا تصمیم در موردش گرفته شوه؟ درباره آتش بس میتونه تصمیم بگیره. بله. درباره نوعیت نظام میتونه تصمیم بگیره. خب اگر نمیدون چیز بحث کنه این مرتبه به نتیجه برسن بسیار گپ کلام است. نوعیت نظام را اگر فکر کنین که وجه اجماع نظری شد که نه امارت باشه نه جمهوریت، یک چیز دیگه بیرون شود از گفتگوها، این صلاحیت را داره حیات مذاکره کننده؟ بله که داره، منتها خب باز به شرطی که حکومت بعدی نامش مهم نیست که یا چه رقم باشه، باز همو نحوه انتخاب رهبری و همو راهکارهایی که برای مشارکت مردم نظر گرفته بشه این مهم است. باز اونیش باز سرش بحث شده که چرا خم نظام مثلا اونا گفتن، گاهی گفتن حکومت اسلامی، گاهی گفتن نظام اسلامی، ما مشکل نداریم. نظام اسلامی هم همون جمهوری اسلامی است، منتها به شرطی که نحوه انتخاب رهبر باید تسجیل شود که ما معتقد هستیم که باید مردم سرنوشت خود تعیین کنه. دیگه تغییر سرنوشت و تغییر حکومت به دست مردم باشه. دیگه ای تو نباشه که یک نفر فراشوتی به اونجا با همه اختیارات، اینی مسئله باز ما ده مسئله موافق نیست. یعنی ماهیت نظام باید جمهوری باشه؟ ماهیت نامش هرچی جمهوری می باشه، حکومت اسلامی باشه، نظام اسلامی می باشه، منطقه مهم یه که اما نحوه انتخابشان فامده شده بر اساس عرف دنیا میگن، بر اساس فقه میگن، اما قسمه که اما فیصله ای که مردم در اونجا نظام مردم نظام خود تعیین بتان، هم نوعیت نظام هم انتخاب چرا رئیس جمهور. چیزهای گفته میشه استاد در مورد نوعیت نظام، مثلا گفته میشه که طالب خواستشی است که یک شورای علما ساخته شود و او مافوق قدرت خواهد بود و یک کس هم به نام رئیس جمهور خواهد بود که او بالاخره صلاحیت هایش از اون شورای علما خواهد گرفت. حقیقت داره این صحبت ها شنیدین شما؟ شاید اونم نظریت خود داره، ولی خب ما نظریت ما همیست که خداوند مردم را بر سرنوشت خودشان حاکم ساخته. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، سرنوشت ملل جهان خود مردم تعیین میکنه. دیگه این مهم است که برای مردم در تعیین سرنوشتشان نقش داده شود. بسیار گپ خوب است استاد، و بس جدی هم این نو نظام است که بر مردم اجازه داده میشه یا نه، ولی اگر فکر کنین که طالب بیایه بالاخره اون نظام را بخواهد که مردم اونجا حق ازیر نداشته باشه که برشان رهبر انتخاب کنن یا رئیس جمهور کشور را بالاخره انتخاب کنن، او زمان چی میشه؟ گفتگوهای صلح توقف پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه یا چه قصه؟ بحث میرن دیگه اونجا بحث میکنن نمایندگان ما که به چه نتیجه میرسه. ولی گیریم که خب شما عضو شورای عالی مصالحه هستین، عضو کمیته رهبری، گیریم فرضیه قسمی شد که طالب قبول نکرده این نوع نظام که شما پیشکش میکنه، خب اینطور است که خب یک چیز معقول هست متداول بین ملل جهان هم همیسته که مردم انتخاب میکنن رئیس خود یا انتخاب میکنن
نمایندگان خدمش امریکا الکترال بازو کالج الکترالشان میاد رئیس جمهور تعیین میکنه. یعنی مردم داخل است در انتخابشان. از نگاه شرعی هم همینطور است. بزرگترین مذهب جهان اسلام مذهب حنفی هستند. البته در کنارش مذهب جعفری، مذهب شافعی، مالکی، حنبلی اینا هستند. خب بیشترین نفوس جهان اسلام حنفی هستند. ما اگر بخوایم مذهب حنفی رو ملاک قرار بدیم حرفش رو، اونا در انتخاب رئیس حکومت صراحت میگه که حکومت با بیعت عام مردم بله. یک دوم این بیعت به رضایت باشه، به زور نباشه. سیوم این بیعت پیش از حکومت به حکومت رسیدن نفر باشه، چون کسی که حکومت رسید به زور میتونه از مردم با واسطه و وسیله و پول و همزه ساله هم میتونه که خود تحمیل کنه. اما یک آدم ملکی باشه علاهده، خب مردم بیا او رو انتخاب کنن. باید اونم انتخاب و رای دادن است. یا اینه که به رضایت کسی مجبور نکنه که بیاین شما به یادم باید کنه. خب بخاطر اینکه همه زمینه های اجبار از بین بره، پیش از اینکه او حاکم باشه باید انتخابات این باید انجام شه. این نظر ماست. اما خب حیات های باید بحث میکنن. اما خب بقیه مذاهب هم همین حرفا رو دارن. اما خب وضاحت داده نشده از طرف طالب، تنها گفتند که نظام اسلامی میخواهند در افغانستان. یک بازمی نظام را که شما تشریح میکنین، دید شما و جمع از اعضای دیگه است، ای را میخواهند یا نه، ای باز یک بحث جدا. اگه خلاف از ای بیاین بگوین که کس امیر المومنین باشه. گفتم که سر امارت خو اون نیسته، او خو گمش نشد. خودشون طالبان گفتن که ما میتونیم که از این مسئله عبور کنیم، حکومت اسلامی یا نظام اسلامی. خب ما هم میگیم اگر ما نظام اسلامی را قبول کنیم، ولی نحوه انتخابش باید بر ما واضح باشه. آقای اسدالله سعادتی هم هفته پیش گفت که خواست طالب تغییر نکرده، تنها اینها نام را تغییر دادن از امارت به نظام اسلامی. ماهیت نظامی که اینا میخواهند همون نظام امارت است که بوده 20 سال یا 20 چند سال پیش. خب این باید سرش بحث شده که نحوه انتخاب رهبر چه باشه، شرایط و اوصاف را که رهبر میداشته باشه چه باشه که در مذاهب اسلامی در هر کدامشون این مسئله متناز مذهبه حنفی نام بردم دیگه، همین شرایط را در بحثایشان دارم. و مخالف از این نیستین دیگه که او نو نظام یک بار دیگه تکرار شد و با تغییر نام نو نظام امارت؟ خب اگر او همین سیستم انتخاب همو باشه، خب باز غیر از امارت هر نامی که باشه باز خراب میشه دیگه. سلطنت باشه مثلا یا یک چیز دیگه نام کنن، باز اونم یک چیز میشه. چی میکنین مثلا باز جلوگیری بکنین از این تغییر می رقم آخیر خود به دست ما نیست، این تا میرن مذاکره میکنن دیگه نی و چطور به نتیجه برسن. بله در این روزا خب دیدین از زمانی که گفتگو آغاز شده موضوع حکومت موقت هم مطرح هست، بالاخره گاه گاه صحبت میشه در مورد حکومت موقت. شما مخالف آمدن حکومت موقت هستین یا موافق هستین؟ در این بحثایی که ما داشتیم در هیچ جای کسی روی حکومت موقت تبصره نکرد. بله. من نشنیدم چیزی، نمیفهمم شما از کجا میگین. خب هر روز صحبت میشه در مجلس سیاسی. خب در کوچه و بازار که صحبت میشه بحث دیگه است. اما در این بحثایی که در روز اول شد که رئیس جمهور جلسه دعوت کرده بود دور اول، او همه بحثا نبود. در دوری که رئیس شورای عالی مصالح ملی دعوت که دو روز بحث شد، در اینجا هیچ کسی از اداره موقت بحث نکرد. ولی تطبیق کننده پروسه صلح کی می باشه آقای محقق؟ حکومت فعلی می باشه یا حکومت دیگه ساخته میشه یا برای طالب اختیار داده میشه اونا تطبیق میکنه؟ اونا اونجا آیت های ما در اونجا فیصله میکنه. خب اگه اونجا فیصله شوه که حکومت موقت ایجاد شوه، رئیس جمهور غنی گفته که حکومت موقت زمان ساخته میشه که از جنازه ما بگذرین. خب
خب این درست که اونجا خب گفتم در اینجا خب تبصره حکومت موقت نبود دیگه اینا باز الفیصله ای که میکنن باز دانمو نحوه ساختار راهکار تطبیقش هم فیصله میکنن بله باقی محقق فکر میکنین که طالب خواستشی باشه که مشکل افغانستان از راه گفتگو برش نقطه پایان گذاشته شده یا نه اینا هنوز هم خواستشان حداقل توقع عملشان همی است که از راه زور وارد افغانستان شوند و افغانستان را بگیرن خب اینطور است که شعر عربیست میگه که ما کل ما یتمن المرء نایله تجر ریاه به مالات اشتهی صفون انسان به هر چیزی که آرزو میکنه به اون نمیرسه گویه است باد کشتی رو برخلاف اما راهی رو که کشتیبان رو حرکت میده یک جای دیگه تکیه میکنه در اون جای اصلی خود نمیرسه دیگه هر کس یک آرزوی داره ولی خب شرایط و واقعیت های اجتماع باز چیز دیگه است خب آمریکایی ها بیرون میشن اگه اونا بیرون شوه فکر میکنین توان ازی است که بالاخره باز جلو طالب گرفته شوه که افغانستان را بزور تمام افغانستان را تحت کنترلش نگیره ایره برای بسیار یک قضیه جالب است که هم اگه تو منتظر باش که امریکا چی میکنه یعنی این مردم افغانستان است خدا جنگ داخله را دور ببره ما طرفدارش نیستیم خب اونا افغانستان ما افغانستیم اگه جرم بدیم جور میم دیگه اگه جور نیم بدیم خدا را خواسته جنجال شدم جنجال میمونه دیگه یعنی آماده یک جنگ و مقاومت دوم هسته شخص شما و حزب نه حکومت هستیم حکومت داریم نظام داریم اردو داریم پلیس داریم همه چیز پاورجاست ولی بی حکومت خودش سر خود حساب نمیکنه مثلا عبدالله مویب مشاور شورای امنیت ملی یک بار گفت که اگر نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان بیرون شوه ما میریم به جنگ خانه به خانه رئیس جمهور به عنوان سرقومندان علای قوای مسلح گفت که اگر نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوه شش ماه این نظام تاب نمیاره توان ازیر نداره که در برابر طالب استاد شوه چطور کمر میبندین بالای حکومت ما خو یک بار شما گفتین نشنیدم از اونها ما خو معتقد هستم که بله به جنگ معتقد نیستم امیدوار هستم که صلح شوه ولی همه چیز منتظر امریکا موندنم یک کار درست نیست امریکا عالی نمیفهم که حکومت نویش چی پروگرام میگره حکومت گذشتهش خو همه چیز آقای ترامپ دلش بود که به طالبا بتایی اینا رو قهرمانی افغانستان گفتن و مدافع افغانستان گفتن بله و خب درست از شما نشنیدین ولی گفته شده امی حرفا یعنی آماده ازی است این آقای محقق که اگر طالب صلح نکنه بخواه از راه زور افغانستان را فتح بکنه یک مقاومت دیگر شکل بتین حکومت استاد است از افغانستان دفاع میکن و شما هم پشتیبانش هستین دمیر ما جز زمین نظام هستیم دیگه بله همزمان با گفتگوهای صلح خشونت افزایش پیدا کرده در افغانستان مثلا شما هم حداقل دو سه روز پیش وقتی میرفتین به مقر شورای عالی مصالحه چند دقیقه پس از کاروان موترهایتان یا پیش از او انفجار شد یادآورم شدین شما در سخنرانیتان هر روز در یک نقطه کابل انفجار است هر روز ترور است فکر میکنین به چه نیت است این مسئله چرا باید خشونت افزایش پیدا بکنه این دیگه به طرف مقابل مربوط است که چرا اینطور میکنه ولی دید شما چی است شما رهبر یک حزب هستین خب دید ما خب نباید شود نباید شود ولی اونا میکنن نیت چی است فکر میکنین نیت نیست که البته بگیرن نمیتو باشد مزدور بگیرن بله ترورهای هدفمند هم میبینین افزایش پیدا کرده در عقب ترورها کی است به نظر شما خب به هر حال چیزی که متصور است دیگه خب احتمال امیست بسیار احتمال که طالبا باشد و طالبا هم من نمیفهم که به عهده گرفتن یا نگرفتن تصور مردم همی است که طالبا میکنه این کار را و این یک کار بسیار زشت است و یک کار بسیار نفرت انگیز است و این یک نفر خبرنگار یک نفر ملکی را برن بکشن به جرمی که تو چرا حقایق میگی این خب بسیار ظلم نابخشیده نیست به این نتیجه هم رسیدین که حکومت توان تامین امنیت مردم را نداره حکومت البته خود ترورها در کشورهای بسیار
پیشرفته میشه. ولی به این پیمانه نه. حکومت سعی میکنه که تامین امنیت بکنه، اما این که میتونه نمیتونه دیگه آینده معلوم میشه. نه خب تا اینجای کار را چی میگین؟ آینده را درست است؟ آینده کار قابل قبول نیست. یعنی هنوزم تامین امنیت قابل قبول نیست به این شکل. باید مردم بتونه در آرامش زندگی کنه، سر کارشون بره، دیگه داره بره، احساس نکنه که آل از بغل بهم صدا میکنه. باید خیلی دقیق شون. حکومت ظاهرا اقدامات را داره آقای محقق در بخش تامین امنیت. مثلا فرد دوم حکومت افغانستان امرالله صالح هر روز صبح وقت بیدار میشه 6:30 بجه با تیم امنیتی کابل جلسه امنیتی برگزار میکنه. فکر میکنین این قابل قبول است برای شما این کار؟ او کار بسیار پسندیده است که اهمیت بتن و صبح خیزی را عادت بتن برای چیزا. بله. مسئولین این کار خوب هستند. اما در این که آیا همی رقم یک جلسات با همی رقم یک روش آیا این کارساز هست یا نیست؟ کمی ممکن نظریات متفاوت باشه که مثلا اگر تصمیمای گرفته میشه و اگر علنی اعلام شوه یا همه چیز گفته شوه ممکنه که دشمن خود مطابق خزو معیار کنه. خود مثلا اگر کسی در معرض گرفتاری باشه او فرار کنه یا مثلا نقاط حساسش از این مسئله شناسایی کنن. درباره از این مسئله شاید از نگاه تکتیکی بازی نظریات باشه که نباید دوری شوه. یعنی باید تصمیم گیری ها بسیار در پشت درهای بسته باشه، چون یک چیخو نیست. همی انتخابات که نیست که نمیتونه یا یک دیگه ای خود جنگ است. الحرب و خدعه، جنگ یک نوع فریب است، مکر است. باید دشمن غافل کرد، باید دشمن به سر وقتش به گونه ای رسید که احساس نکنه از کجا آمد. یعنی از نوی کار جلسه 6:30 راضی نیستین استاد؟ این شخصا خود من چون وظیفه ندارم، خب اونا خودشان میکنن، مشکل ندارم. این بعضی تحلیل هایی تر هست که نه اینطور باید باشه. نه، رضایت شما خیلی مهم است، چون رهبر یک حزب کلان در افغانستان است، یک جمع مردم در گردتان جمع است. نه بازو ما چالش ایجاد نمی کنم به اون مسئله، برای که مسئولین که مسئول تامین امنیت است اون کار خود بکنه. این باز نظرها و مشورت ها همی هست که این رقم شما. اما این قسم است، آقای صالح با عنوان معاون اول رئیس جمهور می با امر 12 جلسه میکنه، وزیر داخله میمونه، قماندان امنی کابل میمونه، معین ارشد امنیتی میمونه، مقامات دیگه ای که از دیر دهای میمونه، با امر 12 یک 12 در کابل مثلا در مورد تامین امنیت جلسه میکنه. نفس همی کار خوب است یا بد؟ خود او هم روش کاری معاون اول است دیگه، او را سر تبصره نمیکنم، خودشون میاد. ولی نظرتون رد اقل باید مردم بفهمه؟ نه دیگه او خواه یک آدم که کار سپردشت برش مقصودم کار بکنه، یکی تو از را برو از را برو، یک آدم مشوره اگه خواستن میتین. درست است. خب بعد اقل مشوره تان چی است برشان برازی که مشوره تامین امنیت؟ اگه مشوره خواست برش باز میگم. یعنی حال نمیگه؟ خب یک قسمتی هم گفتیم که باز مشوره تا چی بوده مثلا مشوره تان با آقای امرالله صالح؟ اینمی که گفتم نه که چرا کم. بله درست. از آقای عبدالله حمایت کردین در انتخابات که گذشت، انتخابات ریاست جمهوری. مردم میخواد بفهمه چی به دست آوردین از این حمایت تان؟ اینمی که از افغانستان دفاع شده، اینمی که بر مردم حد توان حکومت هایی که ما مشتده و مشارکت داشتیم کار شده، اینمی نه دستاورد است دیگه. ولی انتخابات بازی برای به دست آوردن قدرت است. یک دفعه برای به دست آوردن کل قدرت است، یک دفعه مشارکت در قدرت است. ولی مشارکت ضعیف یا قوی باشه. یعنی شریک حکومت است، این سهمتان مشخص است؟ طبعا. چی است مثلا سهمتان؟ خود سهم در حکومت خوال خود کابینه حداقل یک نصفش از طرف تیم ما پیشنهاد شده.
نظرات ما در مسائل شنیده میشه در کارهای دولتی. البته خب رئیس جمهور، یک رئیس جمهور است، مشوره میکنیم با مناسبات موقت حکومت، بگونی است که جزی حکومت حساب میره. سهم دارین؟ بله. چند وزارت دارین در حکومت؟ البته از چیز جامعه شیعه افغانستان گرچه شاید کمک ذره می باشه که همی اخش کمتر است در افکار عمومی همی نکاس کرده. خب حالا چهار وزارت بگیم که از اینا هستن، دیگه که یک از اونا رو ما معرفی کردیم. بله. وزارت مخابرات است، وزارت اطلاعات فرهنگ است و وزارت تحصیلات عالی هست، وزارت صلح است. خب این هزارها نقش در حکومت عالمی قدر است، گرچه از امام راضی نیستیم که بگیم باید بیشتر شد و مردم هم علاقه مند است که حقشان بیشتر است، ولی خب مشارکت داریم. ولی زمانی که توافق شد بین آقای غنی و عبدالله در انتخاباتی که گذشت، قرار بود حکومت 50-50 تقسیم شود. تقسیم چرا نشد؟ یا حداقل شده راضی هستین از توافق نامه؟ توافق نامه عملی شده در یا نه؟ توافق نامه آمده یک سری مشارکت، اما حکومت 50-50 خب بیشتر دوره قبل بود که ریاست اجرایت بود. آل او تعبیر نیست، یک نه حکومت مشارکتی است. خب در وزارت خانه ها تقریبا همو 50-50 هست. در بقی... تنها در سطح وزیر؟ در خود بانبقیش خب باز اداره ملکی است، وزیر و پست های سیاسی است. در قسمت سفارت خانه ها یا ولایت ها اینا هم اشارات آمده، اما به صراحت در به صورت 50-50 گفته نشده. به مخاطر است که حکومت مشارکتی میگیم. دیگه او را باز بستگی داره به این که رئیس جمهور و با امی کسایی که از طرف دکتر عبدالله بوده یا با خودشان یا با رهبری تیم چی توافقات را چی چیزایی را به نتیجه میرسن. درست است، یعنی 50-50 نیست دیگه، توافق حکومت مشارکتی است. اما توافق نامه ای که شده بین رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله بر سر ایجاد امی حکومت مشارکتی عملی شده یا نه؟ در بخش وزارت خانه خو عملی شد، در بخش دیگه هم به اساس جریان داره. بعضی دوستان ملاحظاتی داره و اعتراضات هم کردن که عملی نشده. امیدوار هستیم که انشاءالله همی گپا در یک فضای سالمتر عملی شود. درست است. به عنوان آخرین موردی که میخوایم در مورد صحبت کنیم، وقتی شما معاون ریاست اجرایی بودین یک بار در ایران تشکری کردین از کسایی که در چوکات فاطمیون در سوریه جنگ میکنه، حتی از افغان ها. در یه آخر هم وزیر خارجه ایران یک سلسله صحبت ها را داشتن و گفتن که این افراد به شکل داوطلبانه از افغانستان خودشان میره و تعدادشان در حدود 5000 تن گفت. هنوز هم تشکری میکنین از اونا که میجنگن در سوریه برای منافع افراد دیگه یا مملکت های دیگه؟ من همون زمانم گفته بودم که تشکیل فاطمیون از طرف ما نشده، این پروگرام ما نیست، پروگرام دولت ما هم نیست و مفکوری ما می نیست که ما از اینجا نیرو بفرستیم با یه مشکلاتی که خود ما داریم که دیگه کشورا و زیر بیرق دیگه کشورا جنگ کنن. اما چون اونا با داعش که دشمن مشترک همه ملت های منطقه از جنگیدن و اونا رو زمینگیر کردن، به او خاطر هر کسی با داعش جنگ کرده باشه در هر جای دنیا میگم دستشون درد نکنه. هنوز هم موقف تانمی است؟ دیگه مخیر. ولی به منافع دیگر ها جنگ میکنن. داعش دشمن همه است. گفتم پروگرام ما نیست که ما روان کنم و دولت ما به این مسئله نظر موافق نداره. ما خود ما یک پروگرام نداریم، اما وقتی که جنگ کردن ببین هر کسی تنها اینا نیستن از افغانستان، هر یک مسلمانی که علیه داعش در هر جای دنیا بجنگه ما رو خوش داره. خب بوجه جنگ بین کفر و اسلام نیست که هر مسلمان بره بوجه بجنگه. داعش داعش چی است؟ خب اونا هم میگن داعش عامل اسرائیل است. بله. داعش یک دشمن اسلام است، تمام کشور منطقه رو در بدر کرد. ولی کسایی که افغان هایی که فرستاده میشن به سوریه، اینا گفته میشه که اینا را ایران ملشه میسازه و به خاطر منافع ایران میجنگه تا یک مسئله اسلام و مسئله کفر باشه.
ما این رو بازم تاکید میکنیم که برنامه خود ما نیست. بله. اما در هر جای دنیا هر کسی داعش رو بزنه ما خوش هستیم. چون امروز اونجا است، فردا این داعش در افغانستان میاد. خب همین طالبان که با داعش بجنگه میگم دست درد نکنه. نه خب اون یک طرف قضیه است. ولی ایران فاطمیون را ایران میفرسته به سوریه. ایران هم اگه اونا کمک کرده باشه خب برنامه خودشان است. اما ما چی نداریم. درست. برنامه نداریم. بله. خیلی سپاسگزار آقای محقق قضی کرسط گفتگو دادیم. تشکر جور باشه. سپاسگزار از شما هم که بس ما را دنبال کردین. تا بعد خدا نگهدار.